با نام و یاد خداوند مهربان میریم سراغ فارسی نگارش سال پنجم دبستان و درس شانزدهم رو با نام وقتی با علی کودک بود انجام میدیم املا و دانش زبانی بندهایی را که کلمه های زیر در آنها به کار رفته است بنویسید لطف حفظ شوق دلخوشی خب بریم سراغ کتاب بخانیممون در صفحه دومش اگر پاراگراف آخرش نگاه کنید چنین نوشته اشک شوق از دیدگان ستاره فرو ریخت و گفت ای خدای بزرگ این پسرک نازنین من در این دو سه ماه راه چند ساله را پیموده است من که باور نمی کنم نکند برای دلخوشی من این سخنان را میگویی بریم پاراگراف بعدیش ستاره که از شادی و هیجان آرام و قرار از کف داده بود گفت پروردگارا از مهربانی ها و لطف تو سپاس گذارم و تو را شکر میگویم که فرزندی دانا به ما بخشیده ای ای خدای مهربان این فرزند خوب و دانا را برای ما حفظ فرما با توجه به متن درس کلمه های خواسته شده را پیدا کنید کلمه نه حرفی که پنجمین حرف آن آ باشد میشه شادی آفرین که اینجا خود کلمه رو نوشتیم و اینجا هم حروفش کلمه هشت حرفی که حرف دوم و هشتم آن ای باشد بی که باز اینجا به سطح کامل نوشته شده کلمه هفت حرفی که حرف اول آن ه باشد هیرت زده که اینجا هم نوشتیم. کلمه شش حرفی که بین دو قسمت آن واو باشد. مثل پرسجو که اینجا نوشتیم. کلمه پنج حرفی که آخر آن ز باشد. دلسوز. در جدول زیر مانند نمونه هایی از نگاه کردن و خوب دیدن بنویسید. در این قسمت نگاه کردن در این قسمت خوب دیدن نگاه کردن نگاهی است که درش دقت کمه اما خوب دیدن درش توجه ویژه وجود داره حالا مثال ها رو ببینیم نگاه کردن از پنجره به بیرون همین طوری نگاه میکنیم بیرون بدونیم که دقت چندانی داشته باشیم که چیا رو میخوایم ببینیم در مورد خوب دیدن دیدن یک شیء خاص مانند ماشین در خیابان یک ماشین خاصی رو در نظر میگیرید حالا منتظر هستید که ماشین مثلا پدرتون رو ببینید یا منتظر اتوبوس هستید میخواهید ببینید اتوبوس مورد نظرتون رسیده یا نه نگاه کردن به رهگذران خیابان همینطوری متفرقه به رهگذران نگاه کنید بدون توجه خاص نگاه کردنه اما وقتی میخواهید یک اثر هنری رو با دقت نگاه کنید مدل دیدنتون متفاوته پس دیدن یک اثر هنری جزو خوب دیدنه نگاه کردن به تصاویر و تبلیغات در سطح شهر شما در سطح شهر انواع تصاویر و تبلیغات رو میبینید و ممکنه خیلی راحت و گذرا از کنارشون عبور کنید چون براتون ممکنه زیاد مهم نباشه اما وقتی که به عکس های یادگاری که مال سالیان قبل هست و مربوط به خاطرات کودکیتونه خیلی با دقت نگاه کنید دیدن عکس های یادگاری نگاه کردن به مسافران در فرودگاه حالا فرودگاه ترمینال ایستگاه قطار فرق نمیکنه اونجا نشستید و بدون هدفی دارید مسافران رو میبینید یعنی اهمیتی نداره که کی میره کی میاد مهم نیست مورد نظرتون نیست اما حالا تو همون جمعیت ممکنه شما منتظر دوستی باشید مسافری باشید که حتما میخواهید که اون رو لابلای جمعیت پیدا بکنید نوع نگاه کردنتون فرق میکنه پس دیدن دوستمان در جمعیت جزو خوب دیدن است درک متن به جمله های زیر توجه کنید میخواستم بگویم که از این پس من دیگر توانایی و فرصت ندارم که به حسین چیزی بیاموزم هر بیماری و دردی دوره ای دارد که باید بگذرد کلمه مشخص شده منظور که هستش یکی دیگر از کلمه است که دو جمله را به یکدیگر ربط میدهد پس که جزو کلماتی است که میتونه دو جمله رو به هم ارتباط بده متن زیر را با که تا و و اما کامل کنید متن زیبا بهش توجه کنید نجار پیری بود که میخواست بازنشسته شود او به کارفرمایش گفت که میخواهد ساختن خانه را رها کند تا از زندگی بی دغدغه بی دغدغه یعنی بی دردسر تا از زندگی بی دغدغه در کنار خانواده اش لذت ببرد. کارفرما از اینکه دید کارگر خوبش میخواهد کار را ترک کند ناراحت شد او از نجار پیر که یا تا یعنی یکی از این دوتا رو میتونید استفاده کنید او از نجار پیر که به عنوان آخرین کار تنها یک خانه دیگر بسازد نجار پیر قبول کرد اما کاملا مشخص بود که دلش به این کار راضی نیست یعنی با بیمیلی قبول کرد او برای ساختن این خانه از مساله بسیار نامرغوبی استفاده کرد یعنی لوازمی که برای ساختن اون خونه لازم بود جنسشون خوب نبود نامرغوب بود و با بیحسلگی به ساختن خانه ادامه داد پس هم لوازمش خوب نبوده مسالهش خوب نبوده هم هم که درش هنر چندانی به کار نبرده چون با بیحسلگی و بیمیلی ساخته وقتی کار به پایان رسید کارفرما برای وارسی خانه آمد یعنی بررسی کردن و دیدن اینکه کیفیت و کمیت خانه چگونه است او کلید خانه را به نجار داد و گفت این خانه متعلق به توست یعنی مال توست برای تو گفتم که ساخته بشه این هدیه است از طرف من برای تو نجار یک که خورد یعنی اصلا رو نداشت خودش متعجب شد مایه تأسف بود اگر میدانست که خانه ای برای خودش میسازد حتما کارش را به گونه دیگر انجام میداد. یادمون باشه هر کار و مسئولیتی که به ما سپرده میشه اون رو به نحو احسن انجام بدیم و اول از همه خدا رو در نظر بگیریم بعد وجدان خودمون رو در نظر بگیریم و کارمون رو با بهترین کیفیت ارائه بدیم نگارش با استفاده از کتاب ها و منابع مناسب درباره یکی از موضوع های زیر تحقیق کنید و به صورت گزارشی بنویسید پس از شما میخواد از کتاب های معتبر یا منابع علمی معتبر استفاده بکنید یک گزارشی بنویسید در مورد این موضوعات چه موضوعاتی یا پیشگیری از بیماری یا منابع آب آشامیدنی یا نقش دانشمندان در زندگی انسان بعد ببینیم چه درخواست دیگه ای داره میگه چه نکاتی رو رعایت کنید توجه از شما خواسته به این موارد اهمیت بدید اول موضوع رو انتخاب کنید بعد منابع مربوط به آن رو شناسایی و تهیه کنید اطلاعات مناسب رو یادداشت برداری کنید یادداشت ها رو مرتب کنید و در نوشته های خودتون از اونها استفاده کنید منابع مورد استفاده رو به طور دقیق معرفی کنید مثلا بگید نام نویسندش کیه ناشرش کیه خلاصه هر منبعی که انتخاب میکنید اون رو درست معرفی کنید من برای شما موضوع راه های پیشگیری از بیماری ها رو انتخاب کردم منبعی که استفاده کردم از سایت تحلیلی اصر ایران هست که یه سایت تحلیلی خبری بود یه نگاه گذرایی هم به مقاله ای که دکتر علی اصغر داداشی از دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام داده بود انداختم یه نگاهی هم به نوشته ای که مربوط به دانشگاه علوم پزشکی فسا بود انداختم یه گردشی هم تو اینترنت برای این مطالب کردم یه گردشی کردم و مطالب مختلف رو بررسی کردم راه های پیشگیری از بیماری ها انسان ها برای زندگی سالم و دوری از بیماری ها همیشه در حال تکاپو و تحقیق و علم آموزی هستند. در اینجا به موارد مهمی از نتایج این تحقیقات اشاره می انسان برای سلامت خیش باید از غذاهای سالم و مقوی و مغذی استفاده کند. آب سالم و تمیز بنوشد. روزانه حداقل سی دقیقه ورزش کند از سیگار الکل و هر نوع مواد مخدر دیگری که سلامت روح و روان و جسمش را مختل می کند به دور باشد از ویتامین ها استفاده کند بخندد و از عوامل استرسا و استراباور دوری کند سرگرمی سالم برای خود انتخاب کند هدفی صحیح در زندگی داشته باشد از جاهایی که بیماری های واگیردار دارد دوری نماید بهداشت و نظافت را رعایت کند و در نهایت اهل دعا و نیایش و راز و نیاز باشد امیدوارم از این درس زیبا لذت برده باشید دیدار ما در ویدیوی بعدی خدا